تلاش ها برای یافتن باب لوینسون، مامور سابق FBI که در تاریخ 9 مارس 2007 در سفر به جزیره کیش به طرز مشکوکی ناپدید شد، تا کنون بی‌ثمر بوده است. کریستین لوینسون، همسر باب لوینسون، در ماه دسامبر گذشته به امید یافتن نشانه ای از شوهرش به ایران سفر کرد. خانم لوینسون در استودیوی ما حضور دارند. Thank you for being here. سپاسگزارم که در اینجا تشریف دارید. Thank you for having me. خیلی ممنون که از من دعوت کردید. خانم لوینسون، خواهش میکنم در مورد سفر خودتون در ماه دسامبر بفرمایید. Can you hear? Yes. My son and my sister and I traveled to Iran. من به همراه همسر و خواهرم سال گذشته به ایران سفر کردیم در نیمه ماه دسامبر گذشته و با برخی مقام های ایرانی در تهران ملاقات کردیم برای اینکه بپرسیم که آیا اطلاعاتی در مورد ناپدید شدن همسرم در دست دارند یا نه. ما همچنین به جزیره کیش سفر کردیم و تلاش کردیم که ردپای او را بگیریم. در هتل مریم اقامت گزیدیم و متوجه شدیم که وارد هتل شده همسرم، اما هرگز در واقع به طور رسمی خارج نشده، کسی حساب نکرده با هتل. و از دبی همسر من در روز 8 مارس 2007 وارد کیش شد و قرار بر این بود که دو روز بعدش روز 9 مارس برگرده به دبی، اما نامش در لیست مسافرانی هیچ یک از پروازهایی که به مقصد دبی حرکت کرده بودند وجود نداشت و هیچ گونه اثری از او باقی نبود و خارج از ایران هیچ اثری از او نیست. به همین سبب هست که ما باور داریم که وی همچنان در ایران هست و البته مقام های ایرانی به ما گفتند که همچنان به تحقیق و پیگیری ادامه خواهند داد و وقتی که به نتیجه رسیدن حتما ما رو در جریان خواهند گذاشت. و تا این زمان امروز که 14 ماه ژوئیه هست، همچنان ما از وی بی خبر هستیم و هیچ خبری از مقام های ایرانی نیز به ما نرسیده و به همین دلیل من بسیار نگرانم. برخورد مقامات ایران با شما چگونه بود؟ آیا اونها با شما همکاری کردند؟ و در این مدت شما گفتین که از اونها به اصطلاح تماسی حاصل نشده، آیا خود شما تماس گرفتید با مقامات ایران در این زمینه از تاریخ دسامبر که در ایران بودید؟ No, I personally have not been able to get in touch with them. به شخصه نتوانستم که با مقام های ایرانی تماسی داشته باشم. همچون که میدونید ایرانیان خیلی خونگرم هستند، خیلی مهمان نواز بودند، اما هیچ گونه اطلاعاتی پیرامون همسرم در اختیار ما نگذاشتند. آقای لوینسون، از نظر مزاجی فکر میکنم که نیاز به دارو داشتن. خواهش میکنم در اون زمینه بفرمایید چه مشکلات مزاجی ایشون داشتن؟ My husband, when he went over همسر there, من در زمانی که به اونجا سفر کرد has diabetes, دیابت type 2 diabetes and requires medication, lactose and some other one. He has high blood pressure which also requires medication and gout which also requires medication. I know that he only had a day or two's worth of medication on him. And I believe that by this time he would have had to see a doctor or a health professional in order to have his conditions taken care of. پزشک یا یک متخصص پزشکی به هر حال دیده باشه و امید ما این هست که اگر کسی تا امروز اطلاعاتی در زمینه وی داره یا اینکه به خصوص پزشکان و پزشکانی که ممکنه که ایشان رو دیده باشند یا مثلا در بیمارستان یا مطبشون ایشان رو دیده باشند، حتما با ما تماس بگیرند و اطلاعات در اختیار ما بگذارند. تارنمای ما هست و ما در تلاش هستیم که به فارسی نیز محتویات مطالب این تارنما رو ترجمه بکنیم تا همه بتونند اون رو بخونند. خانم لوینسون، شما پیامی در صورتی که همسر شما اگر ایشون میتونست شما رو الان توی صحنه تلویزیون ببینه، پیامی برای ایشون دارید؟ I would hope that Bob is able to see this and he's listening or watching the show.
I want him to know that I love him, that his children love him, that we all miss him, and his family and friends will never stop looking for him. I want to let him know also that I have a question, and if he can hear me and can answer it, اگر صدای منو میشنوه و اگر میتونه جواب بده این پرسشی است که من از او دارم. اگر کسی هست که تماسی با وی داره و میتونه این سوال رو بکنه من ممنون خواهم شد که این سوال رو با وی در میون بگذارند. Who was این with سؤال you من هست when چه کسی همراه تو بود وقتی که با تماس تلفنی از من خواستگاری کردی؟ یعنی میخوان بدونن که این سوالی هست که آقای لوینسون باید جواب بدن یا ازشون میخوان که جواب بدن که چه کسی همراهشون بوده وقتی که در تماس تلفنی خواستگاری کردن از همسرشون. بله، و این برای اینکه مطمئن اطمینان حاصل کنی که به هر حال یک شخصی در تماس مستقیم بوده و این آقای لوینسون هستن که به این سوال پاسخ خواهند داد. چه فعالیت هایی شما در پیش خواهید داشت؟ بعد از این گام بعدی برای شما چیست در اقداماتتون برای یافتن آقای لوینسون؟ خب من امیدوارم که بتونم دوباره به ایران سفر کنم طی حدود یکی دو ماه آینده. البته هنوز برنامه ریزیم در این زمینه قطعی نیست به خاطر اینکه با خیلی باید هماهنگ کنم این سفر رو، و البته میخوام وقتی که به ایران رفتم با مقام های ایرانی صحبت بکنم و متوجه بشم که در مورد ناپدید شدن همسرم چه اطلاعات تازه‌ای دارند. من میخواهم که به شهر مقدس مشهد سفر بکنم، ببخشید اگر درست نمیتونم تلفظ کنم نامش رو، و میخوام اونجا برم و دعا بکنم برای بازگشت سلامت باب، و میخواهم به بندر عباس برم به سبب اینکه بندر نزدیک جزیره کیش هست که ببینم که کسی اطلاعاتی داره از ایشان یا نه. همچنین میخوام به گچساران سفر بکنم که یک شهر نفتی هست و خارجیان بسیاری اونجا هستند. میخوام ببینم که آیا ارتباطی دارن با غیر ایرانی های آنجا داشته یا نه. اینها شهرهایی هست که من میخوام به اونها سفر بکنم تا یه سفرم به ایران، البته پس از سفر اولیه به تهران و کیش. خیلی سپاسگزارم از که در برنامه شرکت کردید خانم لوینسون. متشکرم. خیلی ممنون که از من دعوت کردید.